به نظر می رسد دولت ایران در ادامه طرح‌های عجیب مالیاتی این بار برای افزایش درآمدهای خود دست به دامن مالیات بر مهریه شده است. طرحی که علاوه بر ایجاد مانعی مضاعف بر سر راه جوانان بر اساس دیدگاه برخی از فقها دارای اشکال شرعی می باشد. اما ماجرای این مالیات چیست؟ همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم آن را می بینیم. یکی از طرح‌های مالیاتی جدید دولت ایران بحث مالیات بر مهریه است. طرحی که اگرچه هنوز به اجرا در نیامده و جزئیات آن نیز مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد کلیت آن هم دچار مشکلات جدی باشد. تجارت نیوز طی بررسی این موضوع نوشته است، به نظر می رسد دولت ایران هم که سال هاست با کسری بودجه شدید مواجه بوده، اکنون دست به دامن مالیات های عجیب و غریب برای افزایش درآمد های خود شده است. بر اساس اطلاعات موجود، اگر قانون مالیات بر مهریه اجرایی شود، زوجین موظفند برای ثبت سند ازدواج خود مالیات مهریه ثبت شده را به دولت پرداخت کنند. میزان مالیات بر مهریه از 1 تا 14 سکه بهار آزادی صفر خواهد بود و مهریه از 15 سکه تا 100 سکه مشمول 1.1% مالیات می شود. همچنین نرخ این مالیات برای 101 تا 200 سکه معادل 2% و از 201 سکه به بالا 15% است. دولت و مجلس ایران ادعا می کنند هدف اصلی اجرای این طرح تلاش برای کاهش میزان مهریه و در نتیجه کاهش تعداد جرایم مالی مربوط به مهریه است. این دو مرکز اعتقاد دارند که افزایش پلکانی نرخ مالیات با توجه به افزایش تعداد سکه مقرر شده برای مهریه باعث تشویق زوجین به کاهش مهریه می شود و در آینده نیز جرایم مربوط به پرداخت مهریه کمتر خواهد شد. با وجود این بدیهی است دولت به درآمدهای بالقوه این طرح نیز امید بسته است. طبق آمارهای منتشر شده از سوی ثبت احوال ایران، در 4 ماهه ابتدای سال گذشته حدود 200,000 ازدواج ثبت شده است. به عبارت دیگر، روزانه حدود 1,600 ازدواج ثبت می شود که اگر قرار باشد دولت از همه آنها مالیات بگیرد، این مالیات می تواند منبع درآمد چشمگیری برای دولت باشد. یکی دیگر از نکاتی که باید در بررسی مالیات بر مهریه در نظر گرفت، تأثیر این مالیات بر آمار ازدواج است. در شرایطی که ایران با چالش پیری جمعیت دست و پنجه نرم می کند و حمایت از ازدواج از مهمترین سیاست‌های دولت محسوب می شود، به نظر می رسد مالیات بر مهریه می تواند تأثیر منفی بر آمار ازدواج بگذارد. در یک محاسبه فرضی و با در نظر گرفتن اینکه قیمت سکه به نرخ امروز یعنی 43 میلیون تومان باشد و تعداد 110 سکه برای مهریه تعیین شود، زوجین موظفند 94 میلیون و 600 هزار تومان به عنوان مالیات مهریه به دولت پرداخت کنند. بنابراین این مالیات می تواند فشاری مضاعف بر دوش جوانانی باشد که همین حالا نیز با مخارج سرسام‌آوری برای آغاز زندگی مشترک خود مواجه هستند. گفتنی است که آیت الله العظمی شیرازی در یکی از نشست‌های علمی در رابطه با حکم شرعی مالیات در اسلام فرمودند، مالیات در اسلام وجود ندارد و آنچه که امروز به عنوان مالیات پرداخت می شود ساخته شده توسط کشورهای غربی است و البته پیش از آن هم بنی امیه و بنی عباس از مردم مالیات می گرفتند. معظم الله در ادامه فرمودند، در اسلام مواردی چون زکات، زکات فطره، خراج و مقاسمه وجود دارد و در بیت المال همه این موارد جمع می شود و به هر شخص نیازمندی از این مواردی که در بیت المال جمع شده، چه مسلمان و چه کافری که در کشورهای اسلامی زندگی می کند و برای هر مصالحی از جمله ساخت جاده و خیابان و بیمارستان، احداث چراغ برق و نظایر آن پرداخت می شود
و به طور کلی مصالح عمومی از بیت المال مصرف می شود. اگرچه سازمان امور مالیاتی ایران با استناد به قوانین فعلی خبر احتمال اخذ مالیات از مهریه را تکذیب نموده، اما از آنجا که این سازمان صرفاً یک مجری است، تصور می شود که این تکذیبیه فقط برای کنترل مقطعی هیجانات رسانه‌ای و اعتراض‌های احتمالی در میان صاحب نظران صورت گرفته باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی داریم با علی عبدی، پژوهشگر دینی و کارشناس حقوقی از قم. جناب آقای عبدی، سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست بزرگوار و بینندگان عزیز. در خدمت هستم. تشکر میکنم. جناب آقای عبدی، اگرچه طرح مالیات بر مهریه هنوز اجرایی نشده، اما علی‌رغم تجذیب سازمان امور مالیاتی تصور میشه عزم دولت ایران بر اجرای اونه. چرا دولت ایران دنبال اجرای این گونه طرح هست؟ بفرمایید. ببینید، یکی از مشکلاتی که امروز ما به عنوان یک فرد حقوقی باهاش مواجه هستیم، تعدد بالای مردم برای خواست طلاق و درخواست و درخواست طلاق. متاسفانه غالب اینها هم مباحثشون مالی است و گرفتن مهریه‌شون، و عرض شود که خیلی ها هم به خاطر عدم توانمندی پرداخت مهریه، که البته اخیراً یه مقداری تسهیل شده و ظاهراً زحمت برند فرد، اما قبل از اینها به خاطر همه توانمندی در زندان بودن. دولت به نظر خودش بده با این طرح، اگر ما بپذیریم چنین طرحی و تکسیبیه درست نباشه، عرض شود که جلوی این واقعهای شما رو بگیره. اما قابل از این که اگر این طرح اجراشه، خودش ما بزرگی برای ایجاد الفت و ازدواج جوانان و جوانان رو از این فراهم میده. من به نظرم دولت به جای اینکه بکنه به تیب مردم و بخواد با سرهاد در آنست و افرانش بده، باید فکرهای دیگری بکنه. ماجرای این مبحث است. بله، چه موانعی بر سر ازدواج جوانان در صورت اجرای این طرح به وجود خواهد آمد؟ بفرمایید. ببینید، امروزه با گرفتاری های مالی بیشماری که در کشور ایران وجود داره، خب یالی ازدواج که امر پیچیده و سختی شده برای طرف، مخصوصا مخصوصا هدایایی که باید داده بشه. مهریه هم به عنوان یک پشتیبان زندگی برای یک خانوم ممکنه تبدیل به یک امر برای تجارت، و آقا با این مسائل مواجه میشه که مهریه رو اینطور از صفت استفاده میشه از هست. حالا هم باید فکر این باشه این خانوم باش ازدواج از این خود سوء استفاده کنه، از این ور هم چیزی به دولت یه مخارج اضافه و هزینه اضافه ای رو در دوش بار بذاریم. خب مسلمه که یک آقا تن به باج نخواهد شرایط، و در این ما بسرده تر فساد کمک به جای اینکه بیم حوانه رو سر راه ازدواج برداریم و ازدواج کنیم، اینطور سخت‌تر کرد. من حقوقی کار این موضوع هستم و باید پاسخگوی مردم، 100% مخالفت میکنم به خود زحمت و در نتیجه پایین آمدن نرخ ازدواج کشور.
بله، و چه مشکلات شرعی در اسلام و در نگاه فقها نسبت به این طرح وجود داره؟ ببینید، خیلی از عرصت فقها ها که اصلا ممکنه مالیات رو، اصل مالیات رو حرام بدونن، همون که ممکنه برخی از فقها ها هم حرام ندونن، اما غالب این است که بخش مالیات رو علما حرام بدونن و که در این وجود نداشته. اگر که این اتفاق بیفته، عرصت خدمت شما که دامن زده میشه به روابط نامشروع، چون وقتی ازدواج صورت نگیره ناخودآگاه ارتباط نامشروع جایگزین میشه و این فوق العاده خطرناک خواهد بود. بله، با تشکر از شما علی عبدی، پژوهشگر دینی و کارشناس حقوقی از قم با ما همراه بودند.